آموزش عمومی و آگاهی رسانی حقوق بشر برای ایران. تمام شنونده ها و بیننده های خوب برنامه بفرمایید آزادی، سلام و درود. جمعه شب دیگه، ساعت 10 شب، به وقت خونه های شما باز هم مهمان شما هستیم با یک برنامه دیگه از سری برنامه بفرمایید آزادی، تا به همه شما بگیم بفرمایید آزادی. خب چند تا مناسبت هست که من خدمتون خیلی سریع میگم مهمان برنامه و موضوع رو خدمتون معرفی میکنم و میپردازیم به سوالهای اصلی برنامه. اول، این جمعه تقریبا یکی دو روز میگذره از 2 سالگی شبکه آزادی و 2 سال پیش بود با اتفاقات دیماه 96 ما مهمان خانه های شما شدیم، با تمام اتفاقهای تلخ و شیرین در کنار شما بودیم، هر فاجعه‌ای که در ایران اتفاق افتاد گریه کردیم، خندیدیم، تا اکنون که در خدمت شما هستیم و 33 قسمت از برنامه بفرمایید آزادی هم من با شما هستم. خیلی ممنونم که ما رو تنها نگذاشتید، با ما همراه بودید، در ارتباط بودید، پیام گذاشتید و پیشنهاد دادید، انتقاد کردید و کماکان با ما همراه هستید. امیدواریم این اتفاق با اون شعار معروف شبکه آزادی، با آزادی تا آزادی، اتفاق بیفته و امیدوارم که این تا آزادی زیاد طول نکشه و به همین زودی های زود باشه. و یک شادباش و تبریکی هم میگم به همه مردم سراسر دنیا. سال جدید 2020 رو امیدوارم این دوتا بیستی که کنار هم دیگه قرار گرفته یک بیست بزرگ هم به مردم ایران بدن و یک اتفاق بسیار خوب برای ایران و ایرانی ها اتفاق بیفته. اما همراهان خوب برنامه بفرمایید آزادی، بعد از اتفاقایی که در آبان 98 افتاد که معروف شد به آبان خونین، خب جامعه ما همونطور که خودتون میدونید حالت نرمال عادی خودش رو از دست داده بود. بحران‌های معیشتی، اقتصادی، امنیتی، فرهنگی، اجتماعی ریز و درشت گریبان جامعه ما رو گرفته بود. خیلی از مفسرین و کارشناسان این جامعه رو جامعه رو به فروپاشی تحلیل و تفسیر می‌کردن. بعضی ها هم جو انقلابی رو برای اون در نظر می‌گیرن. اما آبان 98 اون جامعه غیر طبیعی رو غیر طبیعی تر کرد و با این اتفاق‌ها و کشتاری که در ایران اتفاق افتاد، خب خیلی بعید میرسه، به نظر میرسه که ایران به حالت عادی خودش برگرده. یک مقدار جو و حال و هوای برنامه ها هم با جو جامعه میبینید که با این حال و هوا داره پیش میره. ما هم باز هم میپردازیم به وضعیت حقوق بشر در ایران. از مهمان بزرگواری دعوت کردیم که مهمان استودیوی بفرمایید آزادی باشن، آقای منوچهر شفایی، مؤسس کانون دفاع از حقوق بشر در ایران، فعال حقوق بشر، از پیشکسوت‌ها مهمان ما هستند. چند تا سوال می‌کنیم از وضعیت مؤسسه ایشون، سابقه فعالیتشون و گزارشی از فعالیت‌هایی که انجام دادن و می‌پردازیم به اتفاق‌های معاصر نقض حقوق بشری و حتی جنایت علیه بشریت که در ایران اتفاق افتاد. آقای شفایی درود بر شما، خیلی خوش اومدید، بفرمایید آزادی. من هم سلام میکنم خدمت شما، شنوندگان محترمتون، و در خدمتتون هستم. امیدواریم که سال 2020 همون که شما گفتید یه 20 کامل برای همه مردم باشه.
در ابتدا قبل از اینکه به هر موضوع یا سوالی بپردازیم، کانون دفاع از حقوق بشر در ایران چه سالی تأسیس شد، با چه انگیزه و چه شعار این حرکت انجام شد، دفتر اصلی و مرکزیش کجاست، و اگر بخواین یک گزارشی از فعالیت ابتدا تا اکنونش بخواین بدین راجع به اون چه میگین؟ آقای شفایی بفرمایید. عرض کنم که کانون دفاع از حقوق بشر در ایران در سال 2000 در فوریه 2000 ثبت شد. شما دو سالگیتون رو جشن داشتین میگرفتید، ما 20 سالگیمون رو تموم کردیم، یعنی در واقع وارد 21 سال فعالیت شدیم. عرض کنم که در واقع فعالیت ما فقط بر اساس صرف حقوق بشر هست، بدون نگاه‌های عرض کنم که ایدئولوژیک یا سیاسی یا هر نگاه دیگه، فقط نگاه انسان است و انسانیت. بعد عرض کنم که ما عملا الان یک مجموعه هستیم که در واقع در اکثر نقاط دنیا نیرو داریم، همکار داریم، دارن کار میکنن در شرق آسیا، در اروپا، در قلب اروپا، در ترکیه، در عراق، در کانادا، کشورهای مختلف همکاران ما دارن کار میکنن که اکثرا برای خودشون سایت خودشون رو دارن، فعالیت‌های خاص خودشون رو انجام میدن، جلسات خودشون رو برگزار میکنن که من بعداً یه توضیح میدم راجع به نوع جلساتمون خدمتتون. ولی در رابطه با هدف ما که خیلی مسئله مهمی هم است برای ما در واقع هدفمون آگاهی رسانی است، یعنی تمام تلاش کانون بر اینه که بتونیم آگاهی رو به جامعه منتقل کنیم و این آگاهیه که جامعه رو میتونه تغییر کنه و میتونست بشه که دیگه دوچار حادثه و دوچار شکست یا دوچار این نشه که از اون حرکت مردم سوء استفاده بشه، یعنی به جای شعور جامعه رو به شعور خواهیم برسونیم در واقع، یعنی خودمون هم همینطور، یعنی نه این که نه، خودمون هم تمرین کنیم که دموکراسی چیست و چگونه باید کار بکنیم. تمرینیه الان در مجموع دائم در حال تمرین هستیم، یعنی هر سال انتخابات داریم، هیئت رئیسه جدید انتخاب میشه، مسئولین کمیته ها هر سال تغییر میکنن، مسئول نمایندگی ها هر سال تغییر میکنن با انتخابات، و در انتخابات هم در واقع همه اعضا اثر دارن، تاثیر دارن. و یکی از کارهایی که سعی کردیم که نوع تمرین دموکراسی باشه و دوستانمون احساس بکنن که خودشون هم شریکن در کانون، یعنی در فعالیت‌های کانون، ما ماهی یک جلسه مجمع عمومی برگزار می‌کنیم. می‌دونید که در اکثر قواعد و قوانینی که برای شرکت‌ها و سازمان‌ها و ارگان‌ها هست، یک هیئت رئیس انتخاب می‌کنن برای یک دوره یک ساله و بعد از یک سال یک گزارشی میدن. ما این کارو تبدیل کردیم به جلسات ماهیانه. ما هر ماه اولین یک شنبه هر ماه ساعت 2 بعد از ظهر ما مجمع عمومی داریم، البته از طریق پالتاک و از طریق امور اینترنتی، در واقع تو اینترنت کار میکنیم، چون پخش هستیم در همه جا امکانش نیست که بتونیم دور هم جمع باشیم. و سالی یک بار هم یک کنگره داریم که معمولا در ماه دسامبر، که هم به مناسبت روز جهانی حقوق بشر است، هم سالگرد در واقع کانون رو گذاشتیم که در اونجا انتخابات هیئت رئیسه و کمیته رو برگزار میکنیم که 14 ماه گذشته در ماه دسامبر این اتفاق در آلمان اتفاق افتاد و ما در شهر هانوفر این کنگره رو برگزار کردیم. کانون دفاع عرض کنم که در ابتدا در شهر برمن آلمان رسما ثبت شد و عرض کنم که با این ثبت رسمیش به عنوان یک مجموعه شناخته شده در دولت آلمان هستیم. اتفاق دیگه‌ای که در کانون افتاده و ما شدیداً دنبالش هستیم، هیچ وابستگی به هیچ ارگان، به هیچ نیرو، به هیچ دولت و به هیچ اندیشه‌ای نداریم. خودمون مستقل هستیم. حتی تمام فعالیت ما بر اساس یه عقوضیتی که همکارامون در اروپا پرداخت میکنن انجام میشه. مطلقا از هیچ جا کمک مالی نگرفتیم، نمیگیریم و نخواهیم گرفت.
چون باورمون این هستش که وقتی که از یک جایی کمک مالی بگیریم فی‌الواقع به نوعی وابسته خواهیم شد و به نوعی یک سری اندیشه دیگه‌ای در جمع حرکت میکنه. اندیشه ها به جای حرکت های مجانی، حرکت های دلسوزانه و فردی تبدیل میشه به حرکت هایی که برای پول و برای امکانات مالی و اینا هست. به هر حال این کار رو تا الان انجام دادیم و خوشبختانه تو این 20 سال کاملا هم موفق بودیم و احساس رضایت میکنیم. یکی از کارهایی که ما در سوالی داریم مدرد. سپاسگزارم، توضیح ابتدایی خوبی بود و گفتید که 20 ساله شده کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و یک اشاره خیلی خوبی که کردید، بحث حقوق بشر و فعالیت‌های حقوق بشری کاملا جدا و مستقل از فعالیت‌های سیاسی و فعالیت‌های گرایش‌های ایدئولوژیک دیگه هست و مستقل کار می‌کنه و چقدر خوبه که در کانون دفاع از حقوق بشر به این امر خیلی دقیق توجه می‌کنن. و آقای شفاهی، آیا گفتید که ثبت شده در برمن آلمان، رسما ثبت شده کانون دفاع از حقوق بشر در ایران، چقدر آشنا هستند سایر ارگان‌ها و نهادهای حقوق بشری بین‌المللی با فعالیت شما؟ چون توی اسمتونم حقوق بشر در ایران تأکید می‌کنید روی این نکته که الان بسیار هم لازمه. چقدر سازمان‌های مطرح دیگه شما رو می‌شناسن و به یک تعبیری میشه گفت که با اونها در تعامل هستی جناب شفاهی؟ عرض کنم که ما اصراری نداریم که ما رو بشناسن، برای همین ما 20 سال کار کردیم، شاید شما اولین بار اسم ما رو شنیدید. نه اینکه بگم که تعمدی داریم، انرژیمون رو برای این کار نمیذاریم، چون وقتی که میخوایم خودمون رو معرفی کنیم به جایی باید وقت بذاریم، انرژی بذاریم دنبال این کار. ما به جای این کار انرژیمون رو میذاریم برای آگاه کردن و آگاهی دادن و عملا افشاگری کردن مسائل مختلف و نقض حقوق بشر که در ایران اتفاق میفته. اما ارگان ها، سازمان ها اکثرا میشناسن. ما برنامه برگزار کردیم سال 2013، آقای دکتر لایجی رو دعوت کردیم، مراسمی براشون برگزار کردیم به خاطر 50 سال بزرگداشت ایشون، خانم شیرین عبادی تشریف آوردن. ارگانهای دیگه هم به هر حال در حدی میشناسن ما رو بر حسب کارهایی که انجام دادیم، فعالیت‌های کردیم. البته امنستی اینترنشنال آشنایی داره، میشناسه. عرض کنم دیدبان حقوق بشر، عرض کنم که روزنامه‌نگاران بدون مرز، ارگان‌های مختلفی که به اصطلاح فعال هستن میشناسن و ما، ولی واقعا دنبال این نیستیم که اصرار بکنیم بیاید ما رو بشناسید. یعنی ما چون داریم با عوام کار میکنیم، با مردم کار میکنیم و کار خودمون رو انجام میدیم. و یه موضوعی که خیلی از دوستان گاهی مراجعه میکنن و میگن چرا نمیایید با سایر حقوق بشر یا همبستگی اعلام کنید، گفتم اصلا همبستگی اعلام کردن نیازی نیست، هر کسی داره کار خودشو میکنه، یعنی هر گروهی، هر ارگانی داره فعالیت خودشو میکنه بر اساس اندیشه خودش، رفتار و کردار خودش کارش انجام میده، خودش هم میتونه آگاهی رسانیش انجام بده. اصلاحی نیست که همه جمع بشن و یه جا آگاهی رسانی بکنن. برای اطلاعتون ما سال 2001 عرض کنم که ابتدا 6 تا فعال حقوق بشر، جمع حقوق بشری بودیم در اروپا و آمریکای شمالی، در کانادا. بعدن تبدیل 15 تا گروه شدیم به نام فعالان مدافعین حقوق بشر در اروپا و آمریکای شمالی که 16 تا گروه بودیم. با هم حدود 8 سال با هم کار کردیم، تظاهرات گذاشتیم، کار مشترک کردیم، ولی کار مشترکی که هر کی منفردن مستقل، ولی در جایی جمع می شدیم و مثلا سوئیس می رفتیم کار انجام می دادیم یا گزارش های ماهیانه، گزارش های سالیانه می دادیم که این کارهایی که اتفاق می افتاد. ولی بعد به مرور دیدیم که خب ارگان های دیگه ای که در ایران در واقع حضور رسمی دارن، امکانات دارن، دارن گزارش هایی که ما تهیه می کنیم اونا کامل تر می دن، ما این کار رو گذاشتیم کنار. ولی الان کانون خود ما هنوز این گزارش ها رو با فعالیت های خود اعضاش بر اساس گزارش های رسمی که در ایران وجود داره که دیگه جمهوری اسلامی نتونه بگه من نکردم، گزارشاتمون رو میدیم. معمولا هم گزارشاتمون عملا بین 20 تا 25 درصد واقعیته. خودمون باورمون اینه
وقتی که اعلام میکنیم مثلا فرض کن 200 نفر اعدام شدن در ایران، این 200 نفر ما با اسم و رسم و موقعیتشون داریم، اونم بر اساس داده های خود جمهوری اسلامی، که فردا نگه نه من نکشتم، ولی آمارای بیشتری خیلی ارگان ها میدن، اتفاقاتی میفته. و من اتفاقا یه صحبتی الان دارم راجع به مسئله جانباختگان آبان. ما آمار خودمون در آوردیم برای مثلا یه پروسه 25 روزه 280 الان عرض میکنم خدمتتون 280 نفر ما آمار در آوردیم بر اساس اسم، محل، فامیل، دلیلش، تمام اینا رو آمار کردیم و داریم. درست همزمان بعد که این گزارش ما آماده شد در 20 آذر امنستی اعلام کرد که 308 نفر ولی ما به 308 نفر تا اون موقع نرسیده بودیم و حاضرم نیستیم بگیم 308 نفر. چرا؟ چون اونایی که خودمون داریم، ولی الان دارن دوستانمون هنوز کار میکنن و قرار بود که تا دیشب آمار کامل کنن تا آخر دسامبر، که هنوز متاسفانه به من نرسیده و دوستان و همکاران دارن کار انجام میدن و تا همون تاریخ هم نزدیک 480 بازداشتی داشتیم ما. سپاسگزارم جناب شفاهی. خب میرسیم دونه دونه، خب سوالها زیاده، مطالبم زیاده، دونه دونه بونها خواهیم رسید. بذارید پله پله بریم جلو. جناب شفاهی ببینید، شما اشاره کردید تو صحبتاتون به آگاهی رسانی در رابطه با حقوق بشر که یکی از اهداف پررنگ کانون دفاع از حقوق بشر در ایران هست و این آگاهی رسانی بسیار مهمه. یک سوال دارم که اگر کوتاه پاسخش رو بدید تا به سوالهای دیگه برسیم. از اون روزهای اولی که کار خودتون رو شروع کردید، میزان و سطح آگاهی در جامعه ایرانی علل خصوص نسبت به موارد حقوق بشر و نقض اون چقدر بوده و تا الان که 20 سال از عمر این کانون گذشته، آیا پیشرفتی در اون آگاهی در سطح جامعه میبینید و احساس میکنید توی این زمینه آگاهی جامعه ایرانی چقدر نقص داره و کمبود داره و حتی جامعه بین المللی نسبت به مسائل نقض حقوق بشر در ایران چقدر نقص داره؟ بفرمایید جناب شفاهی. عرض کنم که من این جواب رو به شکل دیگه میتونم بدم. ما در محدوده خودمون میتونیم جواب بدیم. ما ابتدا که کارو شروع کردیم 8 نفر بودیم که رفتیم کانون ثبت کردیم. الان بیش از 300 نفر عضو فعال داریم، ولی ادعا میتونم بکنم که تو این دوره ما نزدیک 20,000 نفر وارد این مجموعه شدن و بعدم به نوعی خارج شدن. این ورود افراد در مجموعه ما عملا اینها آگاه میشه، یعنی تا کسی اعلامیه جهانی حقوق بشر، قانون اساسی جمهوری اسلامی یا اخیرا سند 23 کنوانسیون ها و تاریخچه حقوق بشر رو ندونه وارد مجموعه ما نمیتونه بشه. یعنی کسی که وارد شده اینا رو یاد گرفته و بعد یاد گرفته که نقض حقوق بشر چیه، یاد گرفته که چگونه باید صحبت کنه، یاد گرفته از چه کلماتی استفاده کنه، کجا شعار، یعنی شعار ندیم، شعارهای اضافی ندیم، بیشتر راجع به مسائل حقوق بشر انجام بدیم. من یه دکتر شما فرمودید خلاصه، ولی من توضیحو بدم. ما در کانون در ماه 22 تا 23 جلسه سخنرانی داریم. در جلسات سخنرانی که در ماه برگزار میشه 5 سخنران وجود داره. یک سخنران عملا موارد نقض حقوق بشر در ماه گذشته رو حالا بر حسب کمیته ها تخصصی خودشون یا نمایندگی ها بر اساس عموم، که اینا رو گزارش تحلیلی خواهند داد، نه اینکه خبر بدن، خبررسانی است، تحلیل گزارشات است نقض حقوق بشر. یک نفر حتما بایستی در این 5 نفر یکی از مواد اعلامی جهانی حقوق بشر رو انتخاب بکنه یا یکی از کنوانسیونا رو با قانون اساسی جمهوری اسلامی مقایسه کنه و بعد بگه در ایران چه اتفاقی داره میفته. یعنی یه موردی که مثلا فرض کن در قانون اساسی نوشته شده که بایستی حق اعتراض وجود داره، اصل 27 و همه باید میتونن انجام بدن، قانون اعلامی جهانی حقوق بشر هم اصل ماده 20ش اعلام میکنه، کنوانسیون سیاسی مدنی ماده 21ش اعلام میکنه که آقا همه میتونن برن تظاهرات کنن، تجمع کنن،
صلح‌آمیز، اینو همه میدونن. و وقتی که ما اینو در واقع داریم اعلام میکنیم به عرض کنم که جامعه، اینا رو مجبورن اینا رو قشنگ تشریح کنن، توضیح بدن. نتیجتا ما در سخنرانیامون اینا رو هم ملحوظ کردیم. به غیر از اون سه نفر دیگه هم سخنرانی میکنن راجع به موضوعات ماه، که ما تمام موضوعات ماهمون هم در بخش پیشبینیامون داریم، همه میتونن مراجعه کنن اونا رو توی سایت ببینن و بر همون اساس کارشون رو انجام بدن. و بعدش هم یه بحث آزاد داریم که دوستان یه تمی رو انتخاب میکنن که معمولا 95% تمای انتخاب شده بحث حق هستش. حالا حق برابری، عدم تبعیض، حق حیات، چه میدونم استقلال، آزادی، بحث های اینچنینی که دوستان با هم دیگه بحث آزاد انجام میدن. این دلیل این کار ما اینه که ما اگر در ماه ما 22 یا 23 فرض کنیم 20 تا جلسه برگزار کنیم و در این 20 تا 5 نفر بیان صحبت کنن، یه عدد 100 نفره که در سال 1200 نفر خواهد شد. این حداقل کاریه که ما در سال داریم انجام میدیم. عملا میتونیم تشخیص بدیم که تو این ظرف این 20 سال چه رقم کاری انجام شده. و من مطلب دیگه که میخوام خدمتتون بگم و روی این قضیه ما پافشاری داریم، مسئله وبلاگ هست. ما هر کسی عضو کانون میشه، خود ما یادش میدیم، کمکش میکنیم، براش وبلاگ درست میکنیم و میگیم هرچی دلت میخواد بنویس توش. ارتباطی هم به ما نداره، خودت هر کاری دلت خواست. یعنی افراد رو آشنا میکنیم به امور اینترنت، آشنا میکنیم به اینکه نشر کنن، آشنا میکنیم به اینکه حقوق بشر چیست. و این در واقع نوعی حرکت برای آگاه کردن هستش. یعنی الان میتونیم به راحتی بگیم که ما تا حالا شاید 20,000 تا وبلاگ برای کسایی که با ما سلام علیک کردن درست کردیم حداقل. سپاسگزارم از توضیحاتی که دادین جناب شفایی. خب فکر میکنم داریم میرسیم به قسمت حساس گفتگومون. بررسی کردیم پرونده کانون دفاع از حقوق بشر، از تأسیسش، فعالیت‌هایی که داره انجام میده، پنل‌هایی که در کنار اون دارید، تمرکزی که روی آگاهی رسانی دارید. اما جناب شفاهی، با اتفاقایی که توی ایران میفته، خب ارتباطی که ما با مردم داریم مخصوصا توی آبان 98 به این سو بیشتره، مسلما شما ارتباط‌های زیادی توسط خود افرادتون با مردم داخل کشور دارید که گزارش‌های نقض حقوق بشر رو دارن میدن. مردم گلایه دارن، حالا چه فعالین حقوق بشری، چه فعالین سیاسی، چه از اپوزیسیون. حالا شما بحثتون از بحث سیاست جدای فعالیت حقوق بشری داره که کاملا منطقیه. میگن آقا چرا جلوی نقض حقوق بشر که به صورت سیستماتیک توی جمهوری اسلامی داره اعمال میشه و توسط مردم گرفته نمیشه؟ چرا فعالیت‌های حقوق بشر چه در سازمان ملل، چه در اتحادیه اروپا، در هر ارگان و نهاد دیگه‌ای الزام‌آور نیست، فقط بیانیه است، اظهار تأسف و محکوم کردنه، ولی همونچنان که اگر به موضوع ایران نگاه میکنیم داره نقض حقوق بشر در ایران انجام میشه و روز به روز داره سیستماتیک و بدتر میشه؟ آیا توقعی که مردم داخل کشور از همچون سازمانهایی دارن توقع نابجاییه، یا این سازمانها و ارگانها وظایفشون رو به درستی انجام نمیدن؟ جناب شفایی بفرمایید. من یه جمله گفتم هر کسی داره کار خودشو میکنه. یعنی یادمون باشه هر کسی واقعا داره فعالیت خودشو میکنه بر اساس نگاهی که به قضیه داره. اگر بناس بشینیم به این که ببینیم مردم چه فکری میخوان بکنن، مردم اول باید برن آگاه بشن. اصلا فرض رو بر این بخوایم بذاریم ما که هر آن چه که ما میخوایم انجام بدیم، 10 تا دولت، 10 تا کشور، 10 تا ارگان بیان اعلامیه اطلاعیه که نه اصلا چه میدونم این قضیه نیروگاه اتمی بیان علیه جمهوری اسلامی کار بکنن، جمهوری اسلامی کار خودشو میکنه. اینجاست که مردم ما باید خودشون آگاه بشن. ما در آگاهی میتونیم به نتیجه دلخواهمون برسیم. یعنی زمانی که آگاه شدیم ادعای حق میکنیم. وقتی ادعای حق کردیم حقمون رو میتونیم وصول کنیم. این طبیعیه که بایستی جمع آگاه بشه، نه یک فرد، نه ده.
اینایی که الان در زندان ها هستن در ایران میبینید، خانوم ها و آقایانی که در زندان ها هستن، فقط به خاطر اعلام حقشون و خواسته خودشون، چه حقوق ماهیانه شون، چه در رابطه با مسائل آزادی بیان، آزادی نمیدونم عدم تبعیض، اعتراضات مختلف در رابطه با حقوقی که دارن، میبینی در گوشه‌های زندان هستن. اینا به دلیل منفرد بودنه. ما آگاهی جمعی نیاز داریم. آگاهی جمعی هم زمان بره و با پشت کار هست، یعنی باید مستمر کار کرد. من به راحتی به شما میگم در ایران ما، مردم ما هنوز که هنوزه قانون اساسی کشورشون رو نخوندن و نمیدونن چیه، چون اگر میخوندن و فکر میکردن میتونستن اعتصاب کنن، میتونستن اعتراض کنن. من یک مثال ساده میزنم. ببینید، ما در ایران مدرسه غیر انتفاعی نباید داشته باشیم. چرا؟ اصل 3 بند 3 در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده آموزش و پرورش تا مرحله راهنمایی مجانی است. اصل 3. اصل 30 اعلام میکنه دولت وظیفه داره تمام امکانات تحصیلی رو از ابتدایی تا راهنمایی رو مجانی در اختیار مردم قرار بده. ببینید، دو تا اصل در قانون اساسی است. بعد چجوری ما مردممون میرن 20 میلیون 30 میلیون میدن اسم بچه‌شون مدرسه می‌نویسن؟ چرا؟ چرا میرن چه می‌دونم برای مدرسه ثبت نام بکنن به بچه‌شون 800 هزار تومان به دولتیش تازه؟ اصلا چرا اجازه دادن غیر انتفاعی درست بشه که بعداً برن توش ثبت نام بکنن؟ خب نکنن. آگاهیش نیست. اگر آگاهی باشه امکان نداره کسی بره ثبت نام کنه. من به شما آمار میدم، 1,180,000 نفر حقوق بگیر داره آموزش و پرورش. اگر بچه ثبت نام نکنه، آموزش پرورش 1,180,000 نفر داره که موندن باطل. 2 سال این کارو بکنه، یا باید اصلا مدرسه رو تعطیل کنه یا اینکه بچه رو مجانی ثبت نام. یه مثال ساده است. جناب شفایی، باز هم سوال برای من پیش اومده. البته نسبت به آگاهی که دارین میگین در جامعه هست، من خودم باورم بر اینه وقتی که یک نظام توتالیتر و دیکتاتوری بر سر کار هست، اولین مانع برای رسیدن به آگاهی همون سیستم توتالیتر و دیکتاتور هست. جامعه ایران را نگاه کنید، با گسترش منابع و تکایا و مساجد و در دست گرفتن فرهنگ و سینما و تلویزیون در دست یک ایدئولوژی، عملا جلوی آگاهی رو گرفته، اخلال ایجاد کرده. و هر چقدر هم سازمان‌های مثل سازمان‌های شما و نهادهای دیگه با بودجه‌های محدود و توان محدود سعی می‌کنن آگاهشون بکنن، این کار یک مقدار بعید به نظر میرسه. اما برگردیم جناب شفاهی به اتفاقهایی که در آبان 98 در ایران افتاد. هنوز هم داغ مردم تازه است. با حکومتی طرف هستیم که به حدی از نقض حقوق بشر در یک تکه از این کره خاکی میفته که چلی که مستقیم گلوله جنگی بدون پروتکل‌های سرکوب و پلیسی به سمت مردم خودش داره، اون هم علناً اینترنت رو در روز روشن قطع میکنه تا پرده و سرپوشی بگذاره و بر روی این جنایت. آیا با تمام این اتفاقهایی که افتاده و این خشمی که در جامعه هست، و میشه گفت جناب شفایی الان توی کشور ما جنایت علیه بشریت اتفاق افتاده، دیگه فراتر از نقض حقوق بشر هست. من این سوال رو در یک برنامه از خانم عبادی هم پرسیدم، آیا اینجا فعالیت فعالان حقوق بشری خیلی خطیرتر و سنگینتر نمیشه؟ آیا نباید دنیا و جامعه جهانی رو وادار کرد، یقشون رو گرفت به اینی که یک واکنش الزام‌آور در مقابل این نقض حقوق بشر و جنایت توی ایران نشون بدن؟ تا اینکه جناب شفایی بعد برسیم به بحث آموزش که کاملا با شما موافقم، درسته، میتونم نظر شما رو هم بشنوم. جناب شفایی بفرمایید. من معمولا اینجور موقعا صاحب نظر نیستم. دلیلم اینه که
اینا فراتر از اون توانایی‌هایی که ما داریم. چون کسانی که میخوان برن فرض کن برای علیه جنایت بشریت کار بکنن، باید امکانات و بودجه مالی کافی داشته باشن که بتونن وکیل بگیرن، وکلایی که نرخشون چه 50,000 یورو به بالاست. خب این امکان میتونه از کنفدراسیون جهانی حقوق بشر خواست، خانم عبادی میتونن این کار رو بکنن، اخیران آقای مهندس کاوه موسوی در واقع امکاناتی ایجاد کرده، اونایی که این توانمندی ها رو دارن. ما این توانایی رو نداریم، برای همین زیاد هم اظهار نظر نمی کنیم، چون حدمون در همین قده که بتونیم در کنار مردم باشیم، پلوی مردم باشیم و سعی کنیم اطلاعاتمون رو بالا ببریم. سپاسگزارم از جواب صادقانتون جناب شفایی. اما در همون حد بضاعت این سازمان ها و کانون ها چه کاری میشه در حال حاضر انجام داد؟ آیا میتونن اهرم فشاری باشن بر رده های بالاتر که واقعا یک نگاه جدی تری به وضعیت حقوق بشر در ایران داشته باشن؟ میدونید که الان وضعیت معیشتی و اقتصادی ایران جوری شده، یا وضعیت امنیتی ایران، که سرعت نقض حقوق بشر در ایران هم بالا رفته و خب مردم ایران و مردم ایران بگیم شاهد بودن که یک نوع مسامحه و چشم پوشی از طرف اتحادیه اروپا و مجامع بین المللی نسبت به مسائل حقوق بشری در ایران رخ داد. همین آبان ماه رو نگاه بکنید، بیانیه‌های خیلی خونسایی که اتحادیه اروپا و مجامع دیگه دادن. من برمیگردم بعد از گفتن این مقدمه، آیا این کانون‌ها و مؤسسات این بحث آگاهی رسانی رو میتونن در بین مردم داشته باشن، یا فشاری باشه به لایه‌های بالاتر برای اینکه واقعا جناب شفاهی فعالیت و کنش الزام‌آوری در ایران انجام بشه؟ ببینید عزیزان من، هر کشوری برای خودش تصمیم میگیره، نه دولت اروپا برای مردم اروپاش داره کار میکنه. درست حقوق بشر وجود داره، این اعلامیه جهانی حقوق بشر یه بچه است، یه بچه 70 ساله است، یعنی نگاه نکنید بهش حقوق بشر میگیم. حقوق بشر زمانی میتونه جاری بشه که جامعه جهانی اصلا بشناستش. هنوز جامعه جهانی حقوق بشر رو نمیشناسه، یه بچه 70 سال است، یه فرهنگ اقلا 300-400 سال عمر میخواد. شما یه جامعه‌ای که همه دنبال سرکوب بعد از جنگ جهانی اول دوم، بعد از این همه کشتار، بعد جنگ‌های تازه کره شمالی جنوبی، جنگ‌های ویتنام و جنگ‌های متفرقه دیگه که در جهان مدام وجود داره، عملا رشد حقوق بشر بسیار بطئی بوده، ولی به اینجا رسیده که الان جامعه جهانی تا سال، من یه مثال میزنم، شما میدونید که حقوق بشر یک کمیسیون حقوق بشر داشت که این 55 کشور عضوش بودن، هر سال 5 کشور خارج میشد و 5 تا وارد میشدن با قرعه کشی، و یک کشور مسئول اون جامعه به اصطلاح کمیسیون حقوق بشر. سال 2000 آقای قذافی از لیبی شد رئیس کمیسیون حقوق بشر. جامعه جهانی تازه روشن شد که اصلا این روش غلطه، یعنی بعد از 52 سال تازه فهمید این روش غلطه و اومدن 4-5 سال کار کردن و اینو تبدیل به شورا کردن. الان شورای حقوق بشر شده که این شورای حقوق بشر حدود 48-49 کشورن که تازه چند تاشون مثل عربستانه، مثل روسیه است، مثل نمیدونم چینه که خودشون جزء ناقضین حقوق بشرن، ولی به هر حال اینها هستن که دارن تصمیم میگیرن. اگرم فرض کن جمهوری اسلامی الان از سال 2008 هر سال محکومه و گزارشگر حقوق بشر تعیین کردن، اما هنوز که هنوز اجازه ورود گزارشگر حقوق بشر به داخل کشور نداده و نمیده، و این حادثه است که نمیتونن. ولی به هر حال من معتقدم که این تلاش ها داره انجام میشه و زمانی ما میتونیم احساس موفقیت بکنیم که هر گروهی که داره فعالیت میکنه جدی مصمم باشه بدون پیش داوری و بدون قضاوت حرکت بکنه برای آگاه کردن ذهن انسان ها، ذهن مردم، چه اونا که در خارج از کشورن چه اونا که داخل از کشور هستن.
سپاسگزارم. جناب شفاهی، باز هم اشاره کنیم به اتفاقهایی که بعد از آبان 98 توی ایران افتاد، همشون هم روی بحث نقض حقوق بشر و جنایت علیه بشریت میچرخه. بحث بازداشتی های اون قیام بود، رقمی که جمهوری اسلامی به طور غیر رسمی خیلی از ارگان ها اعلام کردن بالای 7000 یا 8000 نفره. خیلی از اخبار و اطلاعات میاد که هنوز هم بازداشت ها ادامه داره، به بهانه های مختلفی توی استان های مختلف افراد رو هنوز هم دارن دستگیر میکنن. اما ابراز نگرانی میکنن همین معدود فعالین حقوق بشر در ایران، گزارشگرها، خبرنگارهای مستقل، که خیلی از زندانی ها و بازداشتی ها خودشون حتی اطلاع ندارن در چه مکانی الان بازداشت شدن. حق دسترسی به وکیل و دفاع مشروع رو ندارن، حق تماس گرفتن با خانواده خودشون رو ندارن و حتی نمیدونن توسط چه ارگان، نهاد یا سازمانی بازداشت شدن، یا حتی نمیدونن چه اتهامی به اونها وارده. وکلا هم اون لیستی که فقط قوه قضاییه اعلام کرده، وکلایی که خود قوه قضاییه به رسمیت میدونه، باید به پرونده اونها رسیدگی کنه. اونها هم که خیلی اعلام میکنن که دسترسی به این پرونده ها ندارن. و جناب شفایی، میدونم که این اطلاعات رو میدونید، حتی وضعیت درمانی بهداشتی در خیلی از این بازداشتگاه ها وجود نداره. شکستگی دست و پا، شکنجه های روحی گزارش شده و خیلی از ارگان ها دارن با صدای بلند فریاد میزنن. ببینید جناب شفایی، حتی خانواده اونها حاضر نیستن نسبت به وضعیت بازداشتی های خودشون از یک اسم یا عکس خبررسانی بکنن و بعضی هام کهریزه که سال 88 توی ذهنشون زنده میشه. آیا الان با این وضعیت نمیشه فشار خارجی به جمهوری اسلامی آورد تا یک گزارش دقیق تر، حتی تعداد افراد رو گزارش بکنه؟ نسبت به این وضعیت باید چه کار کنیم جناب شفایی؟ این فاجعه ای که افرادی که زندن در بازداشتگاه ها هر لحظه ممکنه فاجعه ای اتفاق بیفته، نسبت به این وضعیت وظیفه فعال حقوق بشر چیه؟ ببینید شما، من یه کوچولو صحبت کنم. من مال نسل پهلوی هم. نسل پهلوی هیچ وقت به من آموزش نداد که حقوق بشر چیست. من حقوق بشر رو سال 57 بعد از این که شاه گفت من میخوام حقوق بشر رعایت کنم، رفتم مطالعه کردم. این از من، آدم تحصیل کرده، آدم روشن در اون دوره. نسل شما که مال دوره جمهوری اسلامی هستین، هم شما در هیچ کتابی تو نخوندید. چرا نخوندید و چرا ما نخوندید؟ چراش خیلی ساده است، چون اگر به حقمون آشنا بشیم مدعی میشیم، مدعی حقوقمون میشیم. این مسئله، مسئله مهمیه. شما دارید دردها رو میگید، راه حلش به نظر من فقط آگاه شدن ما هست. درسته این دردها وجود داره، این آمار وجود داره، نمیدونم خبرنگارمون خودش شکنجه‌گره، همه اینا هست، اما اینا همش در ناآگاهیه. ما همکارام آدمایی هستن که افرادی هستن که میاد صحبت میکنه، بعد خودش میگه من با تلفن حرف نمیزنم، میترسم صدام کنترل بشه. این اصلا از این حرفای بیقاعده است. میدونید ترسیدیم خودمون. چرا؟ چون ناآگاهیم، چون باور نداریم. ولی اگر فردا حقوقمون، حقوقی که قراره بدن، اون 40,000 تومانه رو که اگه قراره بدن دو ما دیر بدن، میریم اعتراض میکنیم. چرا؟ چون میگیم حق نمونه. اونو میدونیم حق نمونه، اما نمیدونیم که ما حق آزادی بیان داریم، نمیدونیم که ما حق آزادی اندیشه داریم، ما حق داریم تجمع کنیم، ما حق داریم مدرسه مجانی بریم، ما حق داریم در آرامش زندگی کنیم، ما حق داریم که بایستی تأمین اجتماعی بشیم، ما حق اعتراض داریم. اصلا حق طبیعی ماست که اعتراض کنیم. اینا ببینید، من یه جمله رو اینجوری میخوام بگم خدمتتون. ما انسان ها دو جور حق داریم. یک حق ذاتی داریم که با ما به دنیا میاد،
یعنی من وقتی متولد میشم اولین اتفاقی میفته نفس کشیدنه، پس کسی حق نداره نفس منو بگیره. من وقتی به دنیا میام میبینم، پس باید سالم ببینم، میشنوم، سالم بشنوم، حرف میزنم، باید خوب حرف بزنم، راحت حرف بزنم، سالم حرف بزنم، اندیشه میتونم بگم، فکر میکنم. اما بچه پنج ماه هم میتونه فکر کنه و فکر میکنه، موقعی که گشنش میشه گریه میکنه. من به عنوان یه انسان حق ذاتیمه که رشد کنم. یه نفر رو بندازی یه گوشه، بعد از دو سال میبینی بزرگ شد، این حق ذاتیشه، نمیتونی جلوشو بگیری. حالا این حقوق ذاتی ما رو بایستی جامعه برطرف کنه، درست بکنه. یعنی جامعه است که باید حق شهروندی من رو رعایت کنه که من بتونم درست رشد کنم، سالم فکر کنم، خوب حرف بزنم، راحت فکر بکنم، راحت اندیشه کنم و در آرامش زندگی کنم. من باید خونه داشته باشم، غذا بخورم، همه اینا، اینا حقوق شهروندی ماست. ما وقتی اینا رو بدونیم که حقمونه، مدعیش میشیم. اما متاسفانه چون نمیدونیم حقمون، نمیدونیم، به همین دلیل اعتراضی هم نمی کنیم. هر کاری هم اونا دلشون میخواد میکنن، یه خورم بیشتر میترسونن ما رو و ما سر جامون میمونیم. اینو من به عنوان این گفتم که ما ابتدا باید تصمیم بگیریم برای شناخت حق و حقوقمون و بتونیم با حق و حقوقمون زندگیمون رو درست کنیم، به دیگران یاد بدیم. چون وقتی من حقمو دونستم، طبیعی به حق دیگری تجاوز نخواهم کرد، چون من حق خودم رو رعایت میکنم. خواستم همینه که اونم به حق خودش قانع باشه. نتیجتا کلی میتونیم حرکت مشترک سالم با هم داشته باشیم. و جناب من میدونم شما اصرارتون در اینه که جامعه جهانی حقوق بشری چه میخواد بکنه. جامعه جهانی حقوق بشری فقط میتونه آگاهی بده. ما باید آگاه کنیم مردم ها به حق و حقوقشون. این جامعه جهانی این که جناب شفاهی، جناب شفاهی، کاری که از دست جامعه جهانی حقوق بشر، فعالین حقوق بشر برمیاد، اینی که آگاه بکنه. اما یه وقتایی یک مسائلی واقعا اورژانسیه، یک نقض حقوق بشر در یک مقیاس وسیعی اتفاق میفته که خیلی ها میگن جنایت علیه بشریته. بحث آموزش، آگاهی کاملا منطقی و درسته، ولی اون لحظه باید یک واکنش درخور قاطع نشون بدن به اون موزه. الان خب ما این رو نمیبینیم از سمت چه فعالین حقوق بشر داخلی، یعنی اونایی که ایرانی هستن دارن میبینن این قضیه براشون بومیه، چه فعالین حقوق بشر بین المللی، کسایی که توی سازمان ملل دارن فعالیت میکنن، در صورتی که خیلی ها از آن کردن به این دیگه بالاتر از گزارش رویترز نداریم که یک خبرگزاری هست که با خیلی دقت و وسواس خبرها رو تنظیم میکنه، آمار 1500 کشته رو داد و نمیاد به همین راحتی اعتبار خبری خودش رو با یک خبر دروغ زیر سوال ببره. اما نسبت به این حجم فاجعه واکنش اورژانسی و همون لحظه رو ما ندیدیم. جناب شفایی، مردم حق دارن ناراحت باشن، از این احساس تنهایی میکنن. اینی که ناآگاه هستن، بله درسته، خیلی از موارد حقوق بشری رو مردم نمیدونن، حتی یک بار هم کل بیانیه حقوق بشر و موارد اون رو هم شاید خیلی ها نه تنها بدونن نه تمایل داشته باشن که برن سراغش، این رو قبول دارم. ولی الان با این اتفاقها چه کاری از دست ما برمیاد، اون هم به صورت اورژانسی؟ جناب شفایی، ببینید، نوع نگاه و تحصیل کرد، از یه اورژانسی هست، اما ما نباید دنبال این باشیم که آقای ترامپی، خانم مرکلی، آقای فلانی، فلان دولتی پاشه علمش لشکر برداره بره اونجا. این اصلا نگاه غلطیه، چون اصلا دیگری بخواد به کار ما دخالت بکنه، در واقع ما استقلالمون و بعدش طبیعی آزادیمون از دست خواهیم داد. چون استقلال یک امر شخصی است، یعنی ما جامعه باید فرد مستقل باشه تا جامعهشو بتونه مستقل نگه. این اول. ولی در رابطه با اینکه جامعه جهانی چه باید بکنه، خب خود جامعه جهانی باید بره تصمیم بگیره. فرد فعال گروه حقوق بشری نمیتونه کاری بکنه، میتونه گزارش بده. من فقط برای اطلاعتون یه آمار کوتاه میدم، ما 8 تا اطلاعیه از 27 نوامبر تا 14 نوامبر 8 تا 14 دسامبر 8 تا اطلاعیه در رابطه با
همین اتفاق که در ایران افتاده دادیم، 8 اطلاعیه دادیم، آمار دادیم، عکس فرستادیم، گزارش تهیه کردیم، الان فیلم داریم تهیه، یعنی عملا هم شده آماده است، بعد هم دو سه روز بیاد بیرون که تیراندازی مستقیم اینا رو همه رو داریم انجام میدیم. طبیعیه اینا رو ارسال میکنیم به سازمان امنستی اینترنشنال. در حال امنستی یک ارگانیه که وابسته، نه وابسته، مستقل، ولی در کنار سازمان ملل هستش و اونها هستن که این توانمندی رو دارن که عکس العمل‌های جهانی رو جذب کنن. توان فعال حقوق بشری مثل ما با وجود 20 سال دوره فعالیتش نداریم، چون ما هنرمون اینه که فقط بتونیم آمار رو جمع‌آوری کنیم، بتونیم اطلاع رسانیمون رو انجام بدیم. این در رابطه با کار ماست و این اصراری که شما دارید، من فکر میکنم که در واقع الان یه مثال دیگه من میذارم. من جناب شفایی بین کلامتون فقط این رو یادآوری کنم، چون مربوط به همین چیزی که الان گفتید، آیا شنونده ها و بیننده های ما، مخاطبین ما، شبکه آزادی روی 4 تا ستلایت 24 ساعته برنامه پخش میکنه. موقع اتفاقات آبان ماه که اینترنت قطع بود، ما ویژه برنامه ها رو برای مردم داشته بود پخش میکردیم که اون خلای اینترنت رو برطرف کنیم. میتونید برای خیلی از مخاطبین ما بگید اگر اسناد، مدارک، شواهدی دارن، فیلم، عکس، اسامی دارن، میتونن به دست شما برسونن برای تکمیل کردن این گزارش، راهی هست که بتونن این رو برسونن به دست شما؟ بفرمایید جناب شفایی. بله، ما آدرس سایتمون هست، همون بتونید دوستانتون بنویسن خیلی ممنون میشم. اسم ما از کانون دفاع از حقوق بشر در ایران توی گوگل میتونید پیدا بکنید. سایتمون هم هست بشریت.org، در واقع میتونید برای اونجا به ایمیل اینفو یا به هر کمیته‌ای که هست، چون ما 11 تا کمیته داریم و هر کدوم این کمیته ایمیل کنن همه یه جا جمع میشه، میاد توی مرکزی که به اصطلاح مستندسازی جانباختگان آبان ماه هستش، همه به اونجا منتقل میشه و این کار شدنی هست. فقط من برای اطلاعتون بگم، ما گزارشات که تهیه داریم میکنیم دو بخش داره. یه بخش گزارشاتی که خود جمهوری اسلامی اعلام کرده، یه بخش گزارشاتی که مردم اعلام میکنن، سازمانهای دیگری اعلام میکنن. اونای اون ارگانهایی که جمهوری اسلامی قبول نداره، ما اونا رو جداگونه جمع‌آوری میکنیم. یعنی این آمار 280 نفری که کشته شده از آمار داخلی کشوره، ولی در واقع با آمار بیرونیش 432 تاست، یعنی آماری که ما تا عملا تا 20 آذر گرفتیم که میشه فکر کنم 10 دسامبر که کاملش که بیاد باز میتونیم ارائه بدیم. و من حتما از شما خواهم خواست اطلاعات و آمار و اینا رو براتون ارسال میکنم، شما هم برای برنامهاتون میتونید منتشر کنید و آمار رو ارائه بدید. اگر هم دوست داشته باشید میتونید مثلا گزارش های ماهیانه هامون و کارهای دیگهی که داریم انجام میدیم در اختیارتون قرار بدیم تا در جریان قرار بگیریم. سپاسگزارم از شما. دوستان سعی میکنن دوستان فنی ما اون وبسایت رو براتون زیرنویس بکنن مخاطبین عزیز. خب بله، الان با گوگل یک سرچ ساده خیلی از ارگان ها رو میتونید پیدا بکنید. فعالیت خیلی خوبی دارن این کانون و کانون های دیگه که در رابطه با حقوق بشر دارن فعالیت میکنن. و همونطور که آقای شفایی گفتن، اگر مستنداتی دارید که برای مکتوب کردن و مستند کردن این جنایت و این نقض حقوق بشر میتونه کارساز باشه، در اختیار ایشون و سایر ارگان‌ها و نهادها قرار بدید که فکر می‌کنم تأثیر داشته باشه در آینده‌ای که بخوان قانونی به این جرمی که جمهوری اسلامی مرتکب شده رسیدگی بکنند. بسیار خب جناب شفاهی، خیلی سپاسگزارم از شما. ما هم سعی می‌کنیم به عنوان یک رسانه رسالت خودمون رو انجام بدیم. تأکید میکنید رو بحث آگاهی رسانی. 100% من با شما موافق هستم که باید در همین روند آگاهی های حقوق بشری به مردم ما داده بشه. ما هم حاضر هستیم که این ارتباط رو داشته باشیم با گروه شما و مقالات و محصولات رسانه ای برای آگاهی مردم رو حتما از رسانه پخش بکنیم. این وظیفه ما هست. و در پایان اگر سوالی نپرسیدم، بحثی باقی مونده که خیلی مهمه میخواین بگین، این شما و این مخاطبین ما جناب شفاهی، بفرمایید آزادی.
خیلی ممنونم از برنامه شما. حتی من گفتنی که در رابطه با فعالیت‌هایی که کانون میکنه خیلی هست، دیگه نمیخوام زیاد راجع به اونا صحبت کنم، ولی ما تمام تلاشمون رو بر همین اساس گذاشتیم. الان خود سیماده اعلام جان و بشر رو ما تبدیل به کلیپ کردیم، نوشتاری و کلیپ، و مقایسه کردیم با قانون اساسی. ما سند 23 هدف‌های 17 گانه سند 23 رو مال یونسکو رو در واقع تبدیل به کلیپ کردیم. ما عملاً اکثر که میگم بالای 120 کنوانسیون رو ما نوشتاری و صوتی و تفکیک انجام دادیم برای کمیته زنان، برای بخش زنان، برای کودکان، برای محیط زیست، برای همینا جدا انجام دادیم. و من خوشحال میشم که این کمیته ها بازدید بشن و آمار منظم ببینن. ما روزانه تمام وبلاگامون، یعنی سایت های کمیته هامون به روز میشه، یعنی مدام هر کدوم در 20-30 نفر عضو دارن و مدام در حال ارسال خبر هستن. البته خبرهایی که بر اساس گزارش های قابل قبول جمهوری اسلامی، این کلمه رو من همیشه تکرار میکنم، یعنی ما نمیگیم مثلا پسر خاله من فلان گزارش رو داده جلوشم آدم رو اعدام کرده باشه، ما اونو قبول نخواهیم کرد. اگر روزنامه ای رسانه ای از ایران و اونایی که با ایران در ارتباط هم مثل بی بی سی، از کنم صدای آمریکا و و و که نماینده و کارگزار دارن در اونجا به اصطلاح گزارش بدن، ما اونا رو استناد میکنیم و انجام میدیم. ما برای اینکه بدونی یک رادیوی اینترنتی داریم تقریبا روزانه کار میکنه و روزی نیم ساعت یک ساعت کار میکنن همکارامون و در هفته به هفته در واقع این کار انجام میشه. این کارهایی که داره انجام میشه از ذره تلاشی که کانون داره انجام میده. به حال یه بخش رسانه داریم، یوتیوب داریم، حدود 700 تا فیلم، همه در رابطه با مسائل حقوق و حق و مسائل چنینی ما کار کردیم، مشخص کردیم. و تمام تلاشمون اینه که خودمون و مردم قانون اساسیمون رو بخونیم، مدعی بشیم، ادعا بکنیم برای دونه دونه. یعنی ما الان مثلا اگر قانون اساسی رو بخونیم میبینیم که مثلا تو اصل 27 حق تشکیل اجتماعات داریم، اصل 26 ما میتونیم، یعنی انسان‌ها میتونن برن خودشون حزب تشکیل بدن، جمعیت تشکیل بدن، هیچ کس هم به زور نمیتونن تو اون جمعیت ببرن. اصل 38 داریم، شکنجه نباید باشه. اصل 37 داریم که بعد براءت ما انسان‌هاست. یکی از دردهایی که جامعه ما داره، ما مبنامون برای اینکه ما هممون متهمیم، برای همینه تا میخوایم قسم میخوریم. سوگند خوردن در جامعه ما ساده ترین کاره، یعنی حتی برای اینکه اگر یه شیشه آب میخوریم به جنگ با لیوان بخوریم با شیشه میخوریم، قسم میخوریم که خیلی تشنمون بود، به خدا خیلی تشنمون بود، به جون تو خیلی تشنمون بود. یعنی این کلمات ناشی از اون فرهنگ عرض کنم ترس از اینکه بدهکار بودن، یعنی همیشه بدهکاریم. ما باید خودمونو باور کنیم، ما باید اعتماد به نفس داشته باشیم و باور کنیم، بریم قانون اساسیمون رو بخونیم، اعلامیه جان و بشر رو بخونیم. کار سختی نیست، هیچ کار سختی نیست، اینو بخونیم، بر همین اساس تصمیم بگیریم چیکار بکنیم، با همکارامون، با دوستان دور و برمون صحبت بکنیم. من نگام اینه در واقع. و مرسی از برنامه‌تون، تشکر. برای بازم موردی باشه، فقط از من نخواهید که بخواید من شعار بدم دیگه، نمیدونم آقا بریم بیایم، ما اصلا مال این کار نیستیم. فقط یه جمله رو بگم، بفرمایید جناب شکر. در اروپا بسیاری از ارگان‌ها، سازمان‌ها تظاهرات برگزار کردن جلوی سفارت اینور اونور. خب به ما هم گفتن بیا، من نرفتم، گفتم من حاضر نیستم بیام. گفتن چرا؟ گفتم برای اینکه وقتی من میام دم اونجایی که شما تظاهرات میکنید هنوز جابجا نشده، شما یه پرچم میبرین بالا که مطابق سلیقه خودتونه، یه مشتی هم عکس نشون میدین که باز مطابق سلیقه خودتونه. شما از مردم ایران حمایت نمیکنید، این کاری که شما میکنید دارید تبلیغ میکنید برای خودتون. این تبلیغ خودتون رو بذارین کنار، حرکتی میکنید برای مردم، آگاه کردن مردم، همدردی کردن با مردم، نه همدردی بکنید بعد شعار بدید زنده باد این، زنده باد اون. این جمله‌ای که من همیشه گفتم به عنوان یه درد تو سینه من بوده هست،
امیدوارم دیگه نباشه. سپاسگزارم از شما جناب آقای منوچهر شفایی از آلمان، از پیشکسوتان امور حقوق بشر. خیلی ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید و به برنامه ما اومدید. امیدوارم که در آینده هم بتونیم با موضوعهایی که پیش میاد از حضور شما استفاده کنیم و اطلاعات خیلی خوب شما. باز هم سپاسگزارم از شما، به شما بدرود میگم و با سایر بیننده ها ادامه برنامه رو پی میگیریم. دوستان عزیز همراه و گرامی، صحبت من رو با آقای منوچهر شفایی دیدید و شنیدید. بحث حقوق بشر بود. خب اشارهایی که میکنن آقای شفایی درسته. بحث حقوق بشر یک بحث حقوقی فراتر از مسائل سیاسی و ایدئولوژیکه. باید همیشه استقلال خودش رو حفظ بکنه و این خردمندانه و منطقی هست. اما خب به هر حال وضعیتی که جامعه ما داره، وضعیت نقض حقوق بشر، روحیه خیلی از مردم رو جریحه دار کرده. خیلی ها داغدار شدن. کیفیت و کمیت نقض حقوق بشر و جنایت علیه بشریت در ایران بسیار عمیق و سنگین بوده. مردم هم نمیتونن احساساتشون رو ندیده بگیرن. اما صحبتی که آقای شفاهی هم کردن، من باهاش همراه هستم عزیزان من. اگر همایشی، راهپیمایی، اجتماعی در خارج از کشور برای حمایت از مردم، برای محکومیت نقض حقوق بشر، کشتار آبان ماه در کشور داره فراخوان داده میشه و شکل میگیره، اخلاقی و منطقش اینه که این برای مردم ایرانه، فراتر از گرایش های سیاسی ما و ایدئولوژی های ما. اگر همراه ببریم پرچمی، عکسی، شعاری که مربوط به ایدئولوژی و گرایش سیاسی ما باشه، این اصلا کار اخلاقی نیست، کار منطقی نیست و ناقض همون هدفیه که ما اون لحظه اونجا براش جمع شدیم. خواهش میکنم که این رو رعایت بکنید. این اتفاق نظر بین خیلی ها باشه، کسی هست گرایش چپ داره، کسی هست گرایش راست داره، پادشاهی خواهه، مشروطه خواهه یا جمهوری خواهه، فرقی نداره. وقتی کسی داره داخل اون کشور کشته میشه، خب جالب نیست خودتون یه لحظه نگاه بکنین، یک شعاری بدید که مثلا مال گرایش سیاسی خودتون باشه. این نه تنها کمک نمیکنه برای تبلیغ باور سیاسی خودتون، بلکه بسیار مخرب و زشته. شما به عنوان یک طرفدار اون تفکر سیاسی یا ایدئولوژی دارید تخریب میکنید اون رو، اون هم توی همچون وضعیتی. و باید متاسفانه به حسن نیت همچون افراد و همچون گرایش‌های توی همچون وضعیتی شک کرد. این درد و دل آقای منوچهر شفاهی و خیلی های دیگه که دارن به من منتقل میکنن، این از روی تعصب و دوست داشتن و علاقه شما به یک فرد یا به یک گرایش نیست. وضعیت ایران رو من به عنوان یک هموطن، یک شهروند عادی ایران دارم خدمتون عرض میکنم. کوچیک همه شما این رو در نظر بگیرید. این یک مسئله. و دومیش، اگر من سوالی کردم از آقای شفایی، فعالین حقوق بشر بارها توی برنامه اگر داشتم، اگر موضوعی شده، فرصتی بوده برای صحبت کردن، حتی توی صفحه‌های اجتماعی شخصی خودم با صدای بلند فریاد زدم، فکر میکنم این فریاد زدنم حتی کافی نیست. دوستان عزیز، چقدر از فعالین حقوق بشر، چقدر از فعالین سیاسی اجتماعی دارن فریاد میزنن، دارن خون گریه میکنن آقا یه فکری به حال این بازداشتی های آبان ماه بکنید. چرا در بین این همه همهمه اخبار اتفاقات، از اون طرف توی عراق اتفاق میفته، از اون طرف موشکباران و بمباران میشه، از اون طرف نمیدونم فلان سلبریتی این حرفو میزنه یا برنامه شو فلان سلبریتی شروع میشه، چرا باید گم بشه وضعیت اسفناک یه عده از این هموطنان جوون ما، نوجوون ما توی بازداشتگاه‌های جمهوری اسلامی؟ یعنی شما خبر ندارید از وضعیت بازداشتگاه‌ها و زندان‌های جمهوری اسلامی؟ اونهایی که رسمی هستن افتضاح هستن. وضعیت بهداشت، کک، ساس، چپش، وضعیت آب خوراکی، وضعیت آب نداشتن، اون سطل‌های زباله رو داشتن جمع می‌کردن که توی اون آبو دپو بکنن برای که استفاده بکنن. این زندان‌های رسمی ماست. حالا معلوم نیست بنده خداها رو توی کدوم بازداشتگاه غیر رسمی نگه داشتن. چقدر ترسوندن خانواده اونها رو که وقتی میدونه جان بچه‌اش، جان عزیزش در خطره، اطلاع رسانی از یک عکس و یک اسم رو میترسه اینو انجام بده. چرا بهش وعده
در باغ سبز نشون دادن اگر حرف نزنی، سکوت بکنی، قول میدیم بچت میاد بیرون، عزیزت میاد بیرون، و اگر اطلاع رسانی بکنی اون دو تا بچه دیگه‌ت هم میگیریم. میدونیم که به هیچ چی پایبند نیست این سیستم جمهوری اسلامی. خواهش میکنم آب دستتونه بذارید زمین، این وضعیت بازداشتی های آبان 98 رو پیگیری کنید. هیچ کس نمیدونه پشت اون دیوارها چه اتفاقی میفته. بارها گفتن، بار دیگه هم میگیم، صد بار دیگه هم میگیم، هر چقدر بگیم کم گفتیم. کارمون رو تعطیل بکنیم و راجع به این مسائل صحبت بکنیم، کم گفتیم. دوستان عزیز، اونهایی که زنده هستند رو فعلا دریابید. اونهایی که الان در بازداشت هستن دریابید. اگر عزیزان خودتون بودن اینجوری برخورد میکردی، این گلایه به فعالین حقوق بشری هست. فشار بیارید. یقه این فعالین حقوق بشر در اتحادیه اروپا، سازمان ملل و جای دیگر رو بگیرید بنشونید روی صندلی، سرشون فریاد بکشید، بگید جان کسی که زنده است و فردا ممکنه زنده نباشه در خطره. هر کاری از دستتون برمیاد انجام بدید. من دیگه نمیدونم به چه زبونی بگیم، کی رو بیاریم جلوی این دوربین و برنامه بفرمایید آزادی یا برنامه‌های دیگه بنشونیم، چقدر اخبار زندانیان سیاسی بگیم تا این وضعیت مشخص بشه و نقض حقوق بشر در ایران. آقای شفایی عزیز، درود بر شما. من قبول دارم بحث آگاهی رسانی رو، ولی بحث اورژانسی الان باید یه فکری کرد. سیستم جمهوری اسلامی جلوی آگاهی ها ایستاده و سد کرده، نمیذاره مردم به همین راحتی آگاه بشن، یا اونها را سرگرم میکنه به برنامه های خندوانه و چه و چه و چه با سیستم پروپاگاندای جمهوری اسلامی، یا اونها را منحرف میکنه، یا اونها را انقدر گرفتار نان شبشون میکنه و بحث شخصی خودشون و زنده موندن خودشون میکنه که اسم خودشون هم یادشون میره، چه برسه به حقوق بشر. دوستان عزیز، هموطنان من، بیننده ها و شنونده های برنامه بفرمایید آزادی، سال 2020 میلادی یک سال جدید میلادی هست. دو سال با شما در تلویزیون آزادی همراه بودیم با تمام سختی ها و راحتی ها، غم و شادی هاتون. تا آخر هم نفسی باشه این ادامه داره، این راه هیچ منتی بر کسی نیست و با تمام افتخار این کار رو انجام میدیم. همراهی کنید، همراهی شما رو احتیاج داریم، غیرت و اراده شما رو احتیاج داریم، چه برای پیگیری وضعیت بازداشتی ها. ایرانی های داخل کشور، از دست شما خیلی کار برمیاد. اراده خودتون رو باور بکنید که هر وقت بلند شدید تمام معادلات به هم خورده. شما ملت بزرگی هستید و مردم توانمندی هستید. نذارید این حجمه اخبار تلخ و وحشتناک یک جو ناامیدی و یأس رو در دل شما زنده کنه. انسان به امید زنده است. باور بکنید که فقط شمایید که میتونید این طلسم و این حصار رو بشکنید. هموطن عزیز، چشم از پنجره بردار، نجات دهنده در آینه است. شما رو به دست همدیگه، کشور و آزادی رو به دست شما میسپارم. تا برنامه بعد، بدرود. ممنون که ما را تماشا کردید. برای دیدن ویدیوهای بیشتر کانال ما را سابسکرایب کنید. ویدیو را لایک و یا دیسلایک بفرمایید و نظرات سازنده خود را با ما به اشتراک بگذارید. برای ارتباط مؤثرتر با کانون دفاع از حقوق بشر در ایران به قسمت توضیحات بروید. با سپاس.